بسم الله الرحمن الرحیم آچار فرانسه نیروی هوایی ایران هواپیمای چند منظوره ارتش با توانایی انجام معمولیت های مختلف به نام خدا با عرض سلام و وقت به خیر خدمت هم همیشهگی همیشه یه خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما امروز میخوایم به بررسی هواپیمای چند منظوره پی سی پیلاتوس بپردازیم این هواپیما در نیروی هوای ایران هم فعال و توانایی خیلی خوبی هم داره که در ادامه ویدیو با اونها آشنا خواهیم شد انشالله پس لطفا تا انتهای این ویدیو همراه من باشید لایک، کامنت، سابسکرایب و اینجور چیزا فراموش نشه PC6 با هدف ساخت یک هواپیمای تک موتوره چند منظوره طراحی شد این هواپیما علاوه بر قابلیت زود پروازی برای استفاده از باندهای ناماده هم مناسبه و در مدت کوتاهی میشه اون رو از شکل باربری به شکل مسافربری تغییر داد PC6 برای اجرای طیف وسیعی از معمولیت ها تراحی شده برای مثال تجسس و نجات، آمبولانس هوایی، پژوهش هوایی و عکس فروریختن فرو ریختن چتر بازان، پاشی گیاهان و آتش نشانی، بارانزا کردن ابرها و بسیاری دیگه از معمولیت های مختلف این هواپیما میتونه از باندهای سفت، چمنی و برفی هم استفاده کنه و برای اجرای ماموریت‌های دوربرد هم قابل استفاده است. اولین مدل PC6 در سال 1959 پرواز کرد. این هواپیما ساخت شرکت پیلاتوس در کشور سوئیس، اما بعد از موفقیتش آمریکا هم به جمع سازندگانش اضافه شد. اما ویژگی‌های کلیش هواپیمای PC6 در دسته ترابری ها قرار میگیره اما جنبه آموزشی و ارتباطی هم داره. این هواپیما دارای یه موتور توربوپراپ ساخت کاناداست که قدرت 550 اسب بخار رو برای این هواپیما فراهم میکنه و میتونه سرعتش رو تا 250 کیلومتر بر ساعت برسونه برد انتقالی PC6 حدوداً 1500 کیلومتره که در صورت بارگیری کامل و فول لود شدن برد اون به 700 کیلومتر کاهش پیدا میکنه این هواگرد جذاب دارای بالهای قرار گرفته در بالای بدن است و بالهای مستطیلی شکل داره خدمه هواپیما هم تنها یه نفره و دارای های فرود ثابته پی سی 6 دارای یک تن ظرفیت برای حمل تجهیزات و باره و میتونه از باند 195 متری تیکاف کنه و در یک باند 130 متری در حالی که کاملا لود شده فرود بیاد این هواپیما میتونه تا ده نفر چتر باز رو هم با خودش حمل کنه و تجهیزات مختلف زیادی رو برای معمولیت هایی که نام بردیم استفاده کنه و برای همینه که به نوعی یک آچار فرانسه به حساب میاد کابین این هواپیما از سیستم های آنالوگ بهره میبره و دارای تجهیزات ویژه ناوری و ارتباط رادیویی هم هست مزیت خاص این هواپیما سبک بودن و آسون بودن آماده کردنش برای پرواز از روی باندهای کوتاه و دقیقا برای همین هدف هم ساخته شده PC6 در تمام دنیا شهرت زیادی داره و در بسیاری از ارتش های جهان مورد بهره‌برداری نظامی و غیر نظامی قرار گرفته هواپیمای PC6 در کشور ما هم حضور داره و داستان خریدش به بعد از انقلاب اسلامی برمیگرده. جایی که ایران در سال 1361 تا سال 1362 این هواپیما ها رو به تعداد 15 فروند دریافت کرد و اهداف مختلفی رو برای بکارگیری از این هواپیما ها تعریف کرد PC6 در حال حاضر در پایگاه هوایی شیراز مستقره و پروازهای آموزشی و ارتباطی بین پایگاهی زیادی باهاش انجام میشه در کشور ما بسیاری از قطعات مرتبط با موتور معروف کانادایی این هواپیما ساخته میشه و برای انجام اوورهال و تعمیرات مشکل زیادی وجود نداره PC6 بار بزرگی از آموزش کادرهای مختلف تایپ ترابری رو بردوش میکشه و به خوبی هم از پس تک تک وظایفش تا به اینجای کار بر اومده اما قیمت هر فروند از PC6 حدودا یک میلیون و هزار دلار اعلام شده و همونطور که گفتیم استفاده غیر نظامی و همینطور استفاده شخصی هم داره این هواپیما در ایران میتونه به تجهیزات بارورسازی ابرها برای افزایش سرانه بارش باران و همینطور حمل تانکر آب و پاشیدن اون بر فراز نواحی که دچار حریق شدن تجهیز بشه و این موارد از ویژگی های ملموستر غیر نظامی پیلاتوس در ایران هستند و به همین دلیل به این هواپیما میگن آچار فرانسه جالبه بدونید که این هواپیما در دنیا انقدر جذابه که توجه تمام دنیا رو هنوز که هنوزه به خودش جلب کرده و همچنان هم طرفداران زیادی داره خب دوستان به پایان برنامه امروز هم رسیدیم خیلی ممنون که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید به بر رسم همیشگی هم منتظر نظرات پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی یا علی مدد